ولی در برابری استادان محترم خیش این سوال را باید گذاشت. خدای نخواسته اگر سبا و فردا اینجا یک حکومت فاندمنتالیست اکستریمیست ضد تنوع و پیشرفت به وجود بیاید، در اونجا سوال از موجودیت و عدم موجودیت پوهنتون مطرح بحث است. تمام کانونهای علمی و تنوع مطرح بحث است. استاد، دانشمند، طبیب، دکتر را بگذارید که خانم فقط آن حق نخواهد داشته باشد، نه در تحصیل، نه در مکتب، نه در پوهنتون، نه در خانه، نه در بازار، نه در مارکت، نه در تجارت خانه، نه در فابریک. اینجا سوال اساسی است که باید در برابر استادان گذاشت که از کدام خط باید دفاع صورت بپذیره. تمام تلاش بریزی که حداقل چیزی باقی مانده ای را حفظ بکنیم، ایره نجات بتیم، در غیر صورت ای جنگ و ای توته ها و ای دسایس ملی منطقی و جهانی نه تنها تنور و ترکی ما را و پیشرفت ما را میخوره، وطن ما را میخوره و تجزیه میکنه. و اینجا هر انسان وطن پرست و وطن دوست و خصوص کسی که چراغ معرفت و تنور را در دست دارد چه احساس مسئولیت در قبال تاریخ وطن و مردم آینده می کند. سادت سرجیسی ها یا بینظیر بوتو یا آقای بوش در امریکا تقاضا می کند که ما حل سیاسی مسئله افغانستان را می خواهیم. خب بارها از حل سیاسی مسئله افغانستان صحبت کرده، کنفرانس ها، روی میز ها، حتی موافقات ژنو را امضا کردند. رئیس یک سند با اعتبار بین المللی امریکا به مسابه گرانتور و تضمین کننده، پاکستان به اسم متعاقد به سند بین المللی و سازمان ملل متحد و منشور ملل متحد و تمام پایه حقوقی چنین اسناد که ارزش بین المللی دارد، نه تنها پشت پا زدن بلکه به امضاهای خیش که در پای از این اسناد با اعتبار بین المللی زده بودند نیز را زیر پا گذاشت. نه تنها مداخله قطع نشد که باید قطع میشد بر اساس سند اولی از این توافقات ژنو، تشدید شد و به تجاوز آشکار و مستقیم مبدل گردید و سوال ادغام افغانستان مطرح بس شد تحت نام کنفدراسیون با پاکستان، سوال بر رسمیت شناختن خط دیورن مطرح بس شد و سوال حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال وطن مطرح بس شد. خب می خواهیم حل سیاسی را، مگر در کنارش این سوال نمطرح بس بسازم که حل سیاسی از طریق نبودن حاکمیت رژیم کنونی مطرح بس است. حل سیاسی که یک طرف قضیه را شما نفع بکنین با کی انجام میدین؟ چرا این تناقض وجود دارد؟ برای از که الوز ناس این پلان های خود رو نداشتانده، پلان بلیدن وطن. خب ما حل سیاسی وطن را میخواییم، ولی در کنار عزیز برای مجاهدین یا مخالفین اپوزیسیون رژیم افغانستان سلام میدهیم که جنگ ادامه بکنه، کشتارها و خونریزی ادامه پیدا بکنه و اونا را تشویق بکنیم که هیچ گونه حل سیاسی را نمیپذیرن و باز بگیم که حل سیاسی را میخواییم. دوباره ازی باز دولارها، باز راکت ها، باز تمام مسئله. خب در چنین حالتی با وجود که کرسی مال شخصی نجیب الله نیست که اونا خواهش بکنن سر جفری ها مورا برای کسی دیگری بخشش بده، این کرسی از ملت افغانستان است و ما یه اداره کردیم، حاضر شدیم که در فرصت کوتاه حاضر استیم به طرف انتخابات بریم، بگذاریم مردم افغانستان هر کس را انتخاب بکنن برای مقابل حرمت و احترام. شاید ما را انتخاب بکنن، شاید شما را انتخاب بکنن، شاید در دوی ما را انتخاب نکنن برای کسی سیمون رایی بده. و اگر
دوستان ما فیصله می کنند که شما بیایید نظامی را به وجود بیارید. بگذار، شما نمی توانید این سوالای ما را پاسخ بدید، اونا می آیند برای ما پاسخ بدن. اگر شما سرزی اعتماد دارید ما قبول می کنیم که بیاید گلبدین اینجا رهبری از این دولت را به عهده خود بگیره. این مسائل شما حل و فصل خواهد شد یا این پوهنتون ها و این کانون دانش از معرفت بسته خواهد شد و قفل بزرگ انداخته خواهد شد و در اینجا به طرف یک متود فنتیزم و تعصب گرایی و عقب گرایی قرنها قبل تاریخ افغانستان که تقریبا عقب هم نگه داشته شده از این قدم پس بر ببری شد. یکی رو باید پاسخ داد، این سوال رو باید پاسخ داد و ما توقع ما از استادان محترم همین هست. برای مثلا ما تلاش کردیم که سیاست مصالحه ملی رو مطرح بس بسازیم، برای ما برادر افغان مطرح بس از فعلا که اگر ملت پارچه پارچه خود پس دوباره یک جای بسازم. بگذارین اگر دیروز در اون صف جنگیره بیاید این روز با ما یک جای، با ما اگر در این صف جنگیدیم با اونا یک جای قرار بگیریم. باز با روزو بر اساس منافع ملی و وطنی خیش تصمیم میگیریم که مراودات ما، مناسبات ما با کشورها، با همسایه‌ها، با جهان اسلام، با غرب، با شرق چگونه باید باشه. ولی ملت را از این چنگانگی باید بیرون کشید. آشتی را مطرح بسازید. برای آشتی بهانه هایی بود. اسلام در خطر است. تمام اصول را مراعات کردیم که گویا ایبانش هم برطرف شد. اتحاد شوروی آمده کشور را اشغال کردن. راه پیدا کردیم که اونا به کشور خویش عودت کنن. سوال قدرت و اقتدار از کرسی را تسلیم میکنیم. بیایید کرسی مال مردم افغانستان است که بریم به انتخابات. ولی سوال ای هست که شما این را تسلیم میکنید. ما را با شما مارخین، شما روشنفکران، نسل های آینده روشنفکر شما بعد از طی ده ها سال و قرن متهم نخواست که نجیب الله و یاران از اونها و امی کسایی که روشن فکران بودن و در پیشا پیش تنور و پیشرفت و ترقی استاد بودن مسئول تمام مبارزات چی شد؟ به دست کی سپرد که ما را اینقدر به عقب بندازن؟ ما محکوم نخواهد شدیم؟ تمامی از این مسائل که میگیم این مسائل را بگذارین، قانون های از این مسائل از بین نخواهد برن. روز آگردی دایری بزرگ و وسیع و عظیم ما مسائل را با مسئولانه مطرح بس بسازیم در جهت عشق با مسلک خیش، با تحصیل، با علم، با قانون فرهنگ، با قانون پوهنتون ها و مقام استاد بسنجیم. بازم ما فکر میکنیم شما برای ما اجازه نخواد دادین، برای هیچ کس اجازه، با خود اجازه نخواد دادین که رژیم سیاهی بر شما مسلط شود. فنتیک، فندمنتالیست و اکستریمیست. اجازه میدم استادان منور ما اینجا سال تمام مبارزه در این جهت هست که ما از این تنور و پیشرفت دفاع میکنیم و دیگران ما را بعقب میکنیم.